داشتم سوالات بچه‌ها رو می‌دیدم، خیلی ها سوال پرسیدن که الان می‌تونیم تعویض گلدون کنیم، کی باید تعویض خاک بکنیم، تعویض گلدون حتما زمان خاصی داره، چجوریه؟ تو این ویدیو بیا یک بار برای همیشه موضوع رو بعد حل بکنم که تعویض خاک و تعویض گلدون کی باید انجام بشه. سلام به رفقای درجه یک بونسای ایرانی. خب بریم سوال پرتکرارترین سوال شما که کی تعویض خاک بکنیم، چرا تعویض خاک بکنیم. ببینید، یه زمانی ریشه گیاه توی گلدون پر میشه، یا میگن ریشه ها انقدر کار کرده دیگه نمیتونه رشد بکنه، گلدون رو گرفته، از زیر گلدون خارج شده. حالا این چند تا مشکل داره. یکی اینکه این حجم ریشه باعث میشه که ریشه های چوب به همدیگه پیوند بخورن، و اون بخشی که ریشه ها به هم پیوند میخورن، شاخه های بالاییش دچار آسیب و مشکل میشه و از بین میره. و یا اینکه ریشه ها از زیر گلدون خارج میشن و شروع میکنن خشک شدن، و یا اینکه از این طرف انقدر پر شدن که دیگه مواد غذایی خاک رو از بین بردن، دیگه نمیتونه گیاه رشد بکنه. از اون طرف اگه گلدونش بزرگی باشه و ریشه ها دنبال رشد بوده باشن، باعث آسیب و پوسیدگی ریشه ممکنه بشه. پس به این دلایل نیاز هست که خاک گیاهمون عوض بشه، یا اگر گلدون پر کرده گلدونش عوض بشه. حالا زمان درستش بگم. در اصل برای درخچه‌ها و گیاهانی که خزان میکنن، مثل درخچه‌های بونسای یا درختان باقی یا درخت فضایی باز، زمانی که هنوز چند هفته مونده سرما به اتمام برسه، یعنی مثلا اواخر زمستون هستش و از الان خیالتون راحت دیگه سرمای شدیدی وارد نمیشه که به گیاهتون آسیب بزنه، اون زمان میتونید تعویض خاک یا تعویض گلدون داشته باشید، یا به اصطلاح میگیم اول بهار گیاه، یعنی گیاه میخواد یواش یواش شروع کنه و بیدار بشه. حالا پس چی شد؟ گفتیم که اول بهار گیاه، یعنی زمانی که میدونید دو سه هفته دیگه گیاهتون میخواد شروع کنه رشد کردن و بیدار شدن، و اون موقع زمان درسته تعویض گلدون، تعویض خاک و هرس ریشه هست. چون گفتیم ریشه ها وقتی زیاد بشه همگی پیوند میخوره و میتونیم هرس ریشه بکنیم. البته هرس ریشه خیلی بحثش مفصل تخصصیه، این کار رو انجام ندید و بذارید متخصص این کار رو بکنن، ولی بهترین زمان شد اول بهار گیاه یا اون انتهای زمستون شما تعویض خاک و تعویض گلدون بکنید. حالا یه زمانی ممکنه توی تابستون یه زمانی دیدی گیاهتون آسیب دیده، نمیتونه رشد بکنه و دچار مشکل شده. کاری که اینجا نیاز انجام بدین هستش که اول گیاهتون رو یک دوره قارچ کشی بکنید، با قارچ کش آبیاری بکنید، مثل قارچ کش های سیستمیک که میتونه قارچ ها و باکتری داخل خاک و ریشه رو هم از بین ببره، و بعد از اون بیاد یک دوره با هیومیک اسید آبیاری بکنید که شرایط خاک و ریشه درست بشه. اگر گیاهتون رشد کرد شرایط درست شد، بذارید همون انتهای زمستون تعویض خاک بکنید، ولی اگر دیدید که شرایط براش درست نشد، اون موقع میتونید گیاهتون رو تعویض خاک و تعویض گلدون بکنید، به شرطی که ریشه ها رو کامل خالی نکنید، یعنی خاک دور ریشه باقی بمونه که ریشه ها هوا نخوره و اون رو کاملا مرطوب نگه دارید، و بعد گیاه انتقال بدید توی گلدون جدیدش و با خاک جدید ازش استفاده کنید که گیاهتون برگرده به اون شرایط ایدئالش. پس همیشه اول کار دست به کار نشید که تعویض خاک بکنید. اگر یکی دو سال از تعویض خاک گذشته و میدونید خاک مشکل داره، نیاز هستش در زمان مناسبش تعویضش بکنید. در غیر این صورت حتما قارچ کشی و هیومیک اسید استفاده کنید، شرایط درست بشه، گیاهتون به رشد برمیگرده. اگر برنگشت، مجبورید اون موقع تعویض خاک بکنید با حفظ این شرایط، و بذارید گیاهتون رشد بکنه. یه زمانی هم ممکنه که مواد غذایی داخل خاکتون کاملا از بین رفته باشه، کم باشه، و یا دچار پوسیدگی ریشه و مشکلات شده باشه، که اون زمان نیاز هستش که قارچ کشی بشه، هیومیک اسید، و بعد تعویض خاک. خیلی لطفاً